پشم به شکل نخ در میاریم که خودم اینجا رنگ بکنیم. نقش که تمام شد پشم حلاج شده روی میریزیم. این هم که زیربنای کار هست میگن غالیب همه میتخال. اون آخر هم یه چوب هست. بعد پشم ریختن تمام شد آب داغ میزنیم میپیچیم. صرف نمی کنه. بچه ها دیگه امروز زیاد زیر بار کار نمیرن. یعنی بازار هم سوسه دیگه. چون به خاطر فرش اومده زیاد. فرش ماشینی، موکیت فلان. قبلا نبود این چیزا. قبلا نبود نمود. مال هم زیاد بود. بچه هم که لیسانس گرفتن همه کار سر کار رفتن از همین طریق درآمد دیگری ندارم. همین نمد مالی است و همین. بعد از این مردم که متوجه شدن کاربردش خیلی خوبه، رومیزی چیزایی کوچیک داریم، آدرس میگیرن تابستانا یا ایام عیدی میان اینجا میگیرن. بیشتر صادر هم میشه اینا. قبلش چی مشتریاتون کیا بودن؟ قبلش که خانم متاسفانه فرش ها رو فرشی ها دیگه جایگزین نمد شدن. من نوعی نمیام این نمد رو فرض مثال چون بچه دارم توی اتاقم، توی حالم، توی سالنم پهن کنم. چرا؟ چون پرس داره. در صورت که اگر بدونم نمد جلوی رطوبت رو خواهد گرفت، گرما داره، برای پادرد خوبه و با چه مشقت و زحمت و عشقی تهیه شده، مطمئنن اونو قاب خواهم کرد. علت این که 20 سال کار میکنه چیه؟ علت این دستباخت نوشجان.